درود بر همه شما عزیزان، سلام به شما خوبان در ابتدای سال 1401، سال نو نکو. با برنامه خبرناک در خدمت شما عزیزان هستیم. 5 تا خبر کوتاه رو براتون میخونیم، 4 یا 5 دقیقه. ابتدا میخوایم در مورد کشور همسایه شرقی خودمون افغانستان صحبت کنیم که 7 ماهیه در تصرف نیروهای طالبانه. طالبان با وجود اینکه قول داده بودند دختر خانم ها بعد از کلاس ششم بتوانند دوباره به مدارس، حالا به قول اونا مکاتب، مکتب برگردن، ولی زیر حرفشون زدن و اجازه نمیدن دخترها از یک سنی به بعد تحصیل کنند. آمریکا مذاکرات با طالبان در دوحه رو به حالت تعلیق در آورده، سازمان ملل هم کمکاشو به حالت تعلیق در آورده، ولی واقعیت همینه. طالبان 20 خورده سال پیش هم همین گونه بود، اجازه نمیداد دخترها درس بخونن. ببینید، در شرایطی که این مطالب در اروپا و آمریکا عادیه، حتی در ایران ما 62% دانشجویان خانم هستند، دولت طالبان اجازه نمیده که دختره از این سنی به بعد درس بخونن. حالا علتش رو چی مشخص کردن؟ جناب آقای متقی فرمودن که خیلی برای من علتش جالب بود، فرمودن که چون در مورد لباس فرم مدرسه هنوز طالبان برای خانم ها تصمیمی نگرفتن. خبر بعدی جنگ اوکراینه. خرسون خب سقوط کرد متاسفانه و دو سمت غرب شرق محاصره شهر کیف داره کامل میشه. نیروهای روسیه با سرعت کم اما سرعت ممتد دارن در شمال کیف نیرو پیاده میکنن. در ماریوپول درگیری های گسترده ای هست. اینو به شما بگم که توی یک ماهی که از جنگ گذشته حقوق ارتش اوکراین و دولت انگلستان داره میده، بیشتر از 17,000 انواع راکت از انلو، جاولاین و اسپایدر بگیر که برای آنتی تانک یعنی ضد تانک هستن، تا ایگلا و استینگر که ضد هواپیما و هلیکوپتر هستن، داره میرسه به نیروهای اوکراین. یعنی تمام سعیش ناتو داره میکنه و ضربه بزنه به نیروهای روسیه. روسیه هم خیلی آرام داره به جلو میره و در برخی نقاط هم جلوی پیشرویش گرفته شد. عزیزان، اگر کسی فکر میکنه این جنگ 2 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه تموم میشه، من به شما یه چیزی رو بگم. جنگ مسلحانه و موشکباران شاید 2 ماه، 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه دیگه تموم بشه، اما جنگ سردی در اروپای شرقی شکل گرفته که مثل جنگ سرد قبلی که ماه می 1945 شروع شد، یعنی روزی که آلمان سقوط کرد در جنگ جهانی دوم، جنگ سردی بین شوروی در شرق و متحدانش با آمریکا و انگلستان در غرب و متحدانش شکل گرفت. یه جنگ سرد دیگه داره امروز شکل میگیره. این طرف کشورهایی هستند مثل ایران، مثل سوریه، مثل حزب الله لبنان، مثل روسیه، یمن، مثل بلاروسی، مثل کشوری منام روسیه و یاران اقماریش، حالا اونایی که کمک بهش میکنن، تا حد بسیار اندک هم چین، اینها یک طرف قرار میگیرن و پیمان ناتو، یعنی در اصلش حالا میتونیم بگیم آلمان و فرانسه و انگلستان و آمریکا در سمت مقابل. خب خبرهایی از برجام داریم که دارن مشکلات رو حل میکنن. ایرانی‌ها خیلی فشار میارن، آقای امیر عبداللهیان فشار میاره، آقای باقری کنی فشار میاره، چون مسئول مذاکراتشون، تا بتوانن هر جور که شده سپاه و لیست تروریستی در بیارن، تا این لحظه که موفق نشدن. اسرائیل هم اجازه نمیده. بحث بعدی حوثی هاست. حوثی ها در ظرف 6 روز 4 روزش رو میتونم بگم به صورت مداوم بخش های مهمی از عربستان رو زدن. یکی از بزرگترین تاسیسات آبشیرین کن رو در غرب شبه جزیره عربستان زدن. صنایع نفتی آرامکو رو به شدت مورد حمله قرار دادن. ببینید دوستان، در مسائل سیاسی احساسی نباید برخورد کرد، با منطقی. وقتی که سال هاست ناتو در رأس اون آمریکا امکانات، تکنولوژی و دسترسی میدن به مخالفین روسیه برای جنگ افزار، روسیه هم همین کار رو با مخالفین آمریکا میکنه. شما امروز ببینید که سلاح فوق پیشرفتی مثل استینگر برای زدن انواع هلیکوپتر آمریکایی یا پانزرفاست 3، یه دوشپرتاب فوق پیشرفته آلمانی، در اختیار نیروهای اوکراینی قرار میگیره مجانی. وقتی موشکای توچکای
اوکراینی بروز میشن و میبینیم چند روز پیش با یه موشک، ولی موشک دیگه بود، ولی خب با یه موشک بالستیک اوکراین یک لندینگرافت بزرگ رو زد از که ارتش روسیه. یعنی وقتی که پیمان ناتو امکانات، تسلیحات و تکنولوژی در اختیار اوکراین قرار میده، شک نکنید روسیه هم تا اونجایی که براش مردوده امکانات، تسلیحات و تکنولوژی جنگی رو به ایران و شرکاش میفروشه، یا با قیمت کمتر یا تا رایگان در اختیارش میداره. شک نکنید آمریکا به دشمنان روسیه و روسیه به دشمنان آمریکا امکانات میده. تو جنگ ویتنام هم همینطوری بود، تو جنگ کره هم همینطوری بود، تو جنگ افغانستان هم همینطوری بود. جنگ کره 1950 تا 53، جنگ ویتنام 63 تا 73، سقوط سایگون 1975 و جنگ افغانستان که 3 ماه قبل از انقلاب ایران شکل گرفت، یعنی بوده سال 50 شروع شد و یک دهم ادامه داشت. امروز ما میبینیم که داره قیمت نفت میره بالای بشکه 120 دلار و نفت به عنوان یک اسلحه داره استفاده میشه. صنایع نفتی آرامکو پشت سر هم مورد اصابت موشک‌های یمنی ها قرار میگیره و به این طریق تحت فشار قرار میگیره بازارهای اروپایی. به یاد داشته باشیم به گفته آلمان بیش از 52% سوختی که امروز آلمان، همین الان آلمان داره مصرف میکنه رو، این در مورد اتریش و هلند هم صادقه، توسط روسیه تامین میشه. قیمت این سوخت با جنگ اوکراین رفت بالا و حالا با زدن صنایع آرامکو بالاتر هم میره. جنگ امروز نیاز به پشتوانه داره. پشتوانه حوثی ها رژیم آخوند پاسداره، پشتوانه دولت اوکراین در دفاع از خاک خودش ناتو و متحدینش هست، که هرچه اوکراین جزء ناتو نیست ولی به اوکراین کمک میکنه. بی تردید بالا رفتن قیمت نفت کمک خیلی خوبی به دولت روسیه و ضربه بسیار مهلک به انگلستان و فرانسه و آلمان و آمریکاست.